امروز بخوایم به متن انقلاب زن زندگی آزادی بپردازیم، چون یه اتفاقی افتاده تو روز روشن وسط شهر لندن به یکی از مخالفای جمهوری اسلامی جناب آقای محمد رضا عالی پیام ملقب به هالو تعرض جنسی شده و این تعرض جنسی از طرف طرفداران آقای پهلوی و نزدیکان ایشون رخ داده. بیایم با هم دیگه بررسی بکنیم چه ارتباطاتی وجود داره بین اوباشگری آقای پهلوی و همسرشون یاسمین پهلوی. کسای دیگه که توسط آقای پهلوی پروموت شدن، صفا مکانی، برادر سوشا مکانیه که همین دیروز آقای پهلوی تو پیجشون یه ویدیو منتشر کردن و صفا مکانی رو تحت عنوان کنشگر سیاسی به جامعه ایران معرفی کردن. صفا مکانی توی یک استوری که دیروز منتشر کردن عکس تعرض جنسی به آقای عالی پیام رو توی سوشال مدیا منتشر کردن و اونو تشبیه کردن به مبارزه انگشتی که بابک محرمی به آقای عالی پیام تعرض کردن. توی استوری بعدی نوشتن داداشم بابک هالو رو کرد 6 بار کرد. این اوباش کسیه که توسط آقای پهلوی تحت عنوان کنشگر سیاسی پروموت شده و به جامعه ایران معرفی شده. تو مورد بعدی میخوایم ببینیم که کیا اومدن به آقای عالی پیام تعرض جنسی کردن. یکی از کسایی که بوده اسمش رو قبلا گفتیم بابک محرمی، دیگری همونجور که تو تصویر میبینید حابیل ماهور هستن. حابیل ماهوری که نزدیکان آقای پهلوی هن که چند وقت پیش اعتصاب غذا کرده بودن تو لندن، توسط آقای پهلوی پوشش رسانه‌ای خیلی گسترده‌ای گرفتن این اوباش و همچنین خانم یاسمین پهلوی مشخصا برای حابیل ماهور پیام عاطفی صادر کردن که دست از اعتصاب غذا بکشه. قسمتی از متنی که بانو یاسمین واسه حابیل جان من فرستاد میخوام برای شما بازگو کنم.